سلام و درود خدمت شما علاقمندان به نرم افزارهای کامپیوتر. رضا محمدی هستم از کانال یوتیوب رضا دایکندی. خوش آمدید به بخش دیگری از ویدیوهای آموزشی من. خب امروز که این ویدیو را ضبط میکنم، جلسه سوم از آموزش ویندوز 10 است. در این جلسه تصمیم دارم که این 5 درس را برای شما دوستان عزیزان آموزش بدم. خب تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان عزیز، این 5 دستور را امروز ما انجام میدیم. باز کردن پوشه فایل، آیکون یا برنامه، خب همه شبیه هم کار میکنه. بعد دوم بستن پوشه، ما بقیه ایجاد پوشه، نامگذاری و تغییر نام پوشه، حذف کردن و دلیت کردن پوشه. خب مرم سراغ درس من. خب دوستان عزیز، برای باز کردن پوشه، آیکون، برنامه هیچ کدوم فرق نمیکنه. اینا گفتم آیکون میشه، برای دستور از اینا کلان شبیه همه هستن. خب برای باز کردن یک برنامه، پوشه یا فایل 3 تا راه داریم. خب راه اول، بدین منظور روی برنامه یا آیکون مورد نظر راست کلیک کرده و از گزینه های ظاهر شده بر روی اوپن کلیک میکنیم. خب ببین برنامه از ما آیکون یا هرچی هست باز میشه. خب دوم، برنامه مورد نظر را انتخاب کرده، الان ما نگاه کنیم انتخاب یکم رمش نگر کنیم انتخاب کرده و از صفحه کلید کلید انتر را میفشاریم. خب ما کلید انتر را صفحه کلید میزنم، ببینید باز شده. و دومین راهشی که همه میدانند، روی برنامه یا فایل یا پوشه مورد نظر دوبار سری کلیک کنیم، یعنی دبل کلیک میکنیم. بله دوستان، یعنی سه رویش میتونستیم ما یک برنامه را باز کنیم. خب حالا برای بستن برنامه میرسیم. برای بستن برنامه دو تا راه داریم، من رو بزرگ میکنم. خب از قسمت بالا سمت راست هر برنامه یک علامت زردر داره. خب برای زردر ما کلیک میکنیم، بعد پایینش هم کلوز نوشته کده، این برنامه از ما کلان بسته میشه. یک راهشی. و راه دوم این که روی در هر برنامه سمت چپ از او یک فایل قرار داره، بر روی فایل کلیک کرده از گزینه های ظاهر شده بر روی کلوز ما کلیک میکنیم. خب اینم بسته شده. خب راهی سوم نداره. خب ما شماره یک و شماره دو را انجام دادیم و میرسیم به ایجاد پوشه. خب دوستان عزیز، برای ایجاد پوشه فرق نمیکنه صفحه نمایش ویندوز باشی و یا داخل حافظه کامپیوتر خواه باشیم. خب من داخل درایو اینجا مورم. خب دوستان عزیز، برای ایجاد پوشه در جای خالی صفحه نمایش و در جای خالی از صفحه مانیتور راست کلیک کرده و از گزینه های ظاهر شده نیو رو انتخاب میکنیم. بعد میم سمت راست فولدر انتخاب میکنیم. ببین علامت فولدر به شکل زرد رنگ است این پوشه. خب ما اینجا کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز، یعنی ایجاد پوشه بود. خب پوشه از ما ایجاد شد و دستور بعدی از ما چی بود؟ خب ما ایجاد پوشه را انجام دادیم. بعد نامگذاری و تغییر نام پوشه. خب حالا نامگذاری، الان این به صورت اتوماتیک وار نیو فولدر یعنی پوشه جدید نامگذاری شده. خب ما میتونیم به دلخواه ایره نامش را تغییر بدیم. خب فرق نمیکنه شما چی نام پوشه را تغییر بدید و چی نام یک آیکون یا نام هر برنامه را تغییر بدید، دستورات شبیه هم هست. خب بدین منظور روی برنامه، پوشه، آیکون و روی هر کدامی که دوست دارید راست کلیک کرده، بعد از گزینه های ظاهر شده میاد روی قسمت رینیم ای را میزنید و ما روی از این کلیک میکنیم. نگاه کنید دوستان، اینی فلش موس در حال پریش هست. زمانی که در حال پریش شد ما میتونیم ایره تغییر نام بدیم. خب دوستان عزیز، این نام قبلیش را ما پاک میکنیم. پاک کردن، خب از صفحه کلید از در میزنید پاک میشه. بعد اینجا هر نامی را که دوست دارید میتونید انتخاب کنید. مثلا ما میذاریم انگلیسی میکنیم، میذاریم رضا. خب
خب دوستان عزیز، این پوشی از ما نامگذاری شد. خب ما ایجاد پوشه را انجام دادیم و نامگذاری را ایجاد کردیم و دوم تغییر نام. بعد ایجاد نام با تغییر نام هیچ فرق نمیکنه. پس ما دوباره این را تغییر نام میدیم. دوباره روی همین باز راست کلیک میکنیم، از گزینه‌های زار شده بعد روی نیم کلیک میکنیم. بعد این را ما تغییر میدیم. خب نگاه کنید دوستان، ما از موس کلیک بفشارم، بعد اینه از حالت انتخاب خارج میشه. زمان از حالت انتخاب خارج شد، شما میتونید همین را پاک کنید و هم میتونید روی ازی اضافه کنید. مثلا ما این را پاک نمیکنم، مثلا این را اضافه میکنم. یا میتونید شما پاک کنید هر نامی را که دوست دارید. مثلا ما همین را میخوام بذارم. خب پس ما این دستورم انجام دادیم. دستور بعدی چی بود؟ خب ایجاد پوشان انجام دادیم، نامگذاری و تغییر نام پوشان انجام دادیم. بعد میمونه حذف کردن اینها. خب فرق نمیکنه. برای حذف از اینها، حذف آیکون، حذف پوشه یا حذف هر چیز. خب برای این کار روی پوشه مورد نظر، روی آیکون مورد نظر، روی هر برنامه ای که دوست دارید پاک کنید، رویش راست کلیک میکنیم، از گزینه های زایده شده بر روی دلیت کلیک میکنیم. خب زمانی که ما این را انجام دادیم این پاک میشه. بعد وقتی که پاک شد اوتوماتیک میره داخل سطح آشغال. خب ما یک پوشه دیگه باز دهی صفحه نمایش ویندوز قدرم. بعد خب این اولین رایش بود، راست کلیک میکردیم از گزینه های ظاهر شده، بعد میمدیم روی دلیت ما کلیک میکردیم. این یک رایشه. بعد دوم رایش این که پوشه مورد نظر ما با موس انتخاب میکنیم، بعد از روی صفحه کلید دلیت میفشارید. آموزش این جلسه به اتمام رسید. سعی میکنم ساعت آموزش ها را یعنی همین اندازه بذارم، نهایت تا 10 دقیقه، چون نمیخوام زیاد وقت گیر باشه و امیدوار هستم که از این جلسه و از این آموزش همچنان لذت کافی را برده باشید و برای آموزش های بعدی من با من همراه باشید. برای حمایت از من کانال رضا دایکنده را سابسکرایب کنید، لایک کنید و روی زنگوله کلیک کنید و همچنین برای انتقادات، پیشنهادات، سوالات، هر چی که دارید برای از ما کامنت بذارید خوشحال میشم. و تا یک ویدیو آموزش دیگر، بدرود.